سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی، شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاندر در یوتیوب تماشا میکنید. امیدوارم تا اینجای ویدیو لذت بخش بوده باشه. ما ویدیوامون رو در کانال آپارات و یوتیوب منتشر میکنیم. سمت راست پایین تصویر مطابق معمول شما لیستی از شبکه‌های اجتماعی که ما توش فعال هستیم و مشاهده میکنید. پیشنهاد میکنم اگر تا الان عضو هر کدوم از این کانال‌های ما در یوتیوب و آپارات نشدین، همین الان اقدام بکنید. با زدن دکمه زنگوله در کانال یوتیوب میتونید آخرین ویدیوهایی که ما به لحظه برای شما آپلود میکنیم و به روز رسانی میشه رو مطلع بشین، بتونید اونا رو دنبال بکنید. اطلاعات دیگه ای هم در کانال های یوتیوب و تلگرام، لینکدین و توییتر برای شما به اشتراک گذاشتین که پیشنهاد میکنم حتما اونها رو هم دنبال کنید. توی این ویدیو قصد دارین تفاوت‌های بین ICO و کراودفاندینگ رو با هم ببینید. تأمین مالی جمعی، شاید شما هم با این مسئله روبرو بودید که یه صندوق خانوادگی داشتین، با هم یه پولی رو گذاشتین، پایان ما به هر کدوم از اعضای این صندوق، به یک یا چند تاشون یه وامی تعلق می‌گرفته و این صندوق مثلا یکی دو سال چرخیده و در نهایت هم به هر دلیلی حذف شده یا اینکه همچنان داره به فعالیت خودش ادامه میده. تفاوت‌هایی که این نحوه تأمین مالی با ICO داره با هم اینجا میبینیم، چون تو بازارهای مالی از این به عنوان یه ابزارهای خوبی مورد استفاده قرار میگیره. میخوام که تفاوت اینو بدونید. اگر دارین تو حوزه ICO سرمایه گذاری میکنید، پیشنهاد میکنم که ادامه این ویدیو رو مشاهده کنید. مطابق معمول یه تاریخچه از این مسئله رو ما با هم مرور میکنیم، ابزارهای مالیشو میبینیم و تفاوتهایی که بین ICO و کراودفاندینگ وجود داره رو در کنار معرفی وبسایت ها و منابع اطلاعاتی مفید دیگه مرور میکنیم. قبل از هر چیزی پیشنهاد میکنم که این ویدیو ICO چیست و قبل از ادامه این ویدیو مشاهده کنید، اگر همینجوری یه دفعه وارد این ویدیو شدید. اگر نه این مسیر رو طی کردین که مسیر آموزشی درستیه، این بالا براتون کارد میکنم ICO چیست و ضمناً پیشنهاد میکنم که اگر به این حوزه علاقمند هستین، یعنی سرمایه گذاری تو کریپتوکارنسی، دو زاویه مختلف برای این در نظر بگیرید. یه موقع شما میتونید برید سراغ خرید و فروش رمزارزها یا همون ارزهای دیجیتال که این بالا براتون کارت میکنم، مسیر رو میرید، خیلی راحت میتونید برید بخرید، اصلا وارد این حوزه نمیشید. اما یه موقعی شما توقع دارید از سرمایه‌ای که دارین میذارید، یا اینکه بر اساس دانشی که تا الان کسب کردید میخواین بازدهی بالاتری ببرید و خب براتون جذابه که توی حوزه‌های جدید سرمایه‌گذاری پولتون رو بیارید، به غیر از اینکه مثلا درگیر بازار سرمایه، بازار بورس شدین، که پیشنهاد میکنم که مجموعه ویدیوهای ICO ما رو ببینید که این بالا هم براتون کارت میکنه. این بحث کارت کردنه به این خاطره که شما زنجیره آموزشیتون تکمیل بشه، بدونید که کدوم رو باید کی ببینید، تقدم تأخر اینا رو بدونید و ارتباط اینا رو وقتی شما در یه نقشه بیگ مپ بزرگ نسبت به کریپتوکارنسی داشته باشین، میتونید خیلی قشنگتر مسیر توسعه دانشی خودتون رو طی بکنید. خب این کراودفاندینگ با اون توضیحی که ابتدا دادم، پس مشخصه که مسئله تأمین مالی جمعی خیلی خیلی قدیمی تر از ICO هست. این در شاید بشه بگیم که از قالب یک صندوق خانوادگی شروع شده، هی توسعه پیدا کرده، در سطح کشور، در سطح دنیا میبینید که بحثای کراودفاندینگ هست. حتی کراودفاندینگ توی این تأمین مالی جمعی توی چریتی ها، کارهای خیریه هم جای خودش رو باز کرده. خیلی از طرح‌ها مطرح میشه، مثلا کمک کردن به یک پروژه‌ای که قرار موضوع فلج اطفال در آفریقای، یکی از کشورهای آفریقایی ریشه کم بکنه. خیلی دوست دارن مسئولیت اجتماعی خودشون رو برگزار بکنن توی این حوزه، میان یه پولی رو به این چریتی ها و این طرح ها اهدا میکنن، در قبالش مثلا یه دونه لوح تقدیر براشون میره، یا یعنی اینکه نه اصلا خیلی هم علاقمند نیستن اسم رسمی ازشون بمونه و برای آخرتشون دارن این کار میکنن، میان از طریق این کراودفاندینگ استفاده میکنن. اما تفاوتش با ICO چیه؟ ICO هم داره یه پولی جمع میکنه دیگه. خب بریم جلوتر ببینیم این تفاوته چیه. قبلا اینا رو با هم دیدیم، ICO، IPO، STO، IEO، ICCO، VC و کراودفاندینگ که الان میخوایم با هم ببینیم. اینیشال کوین آفرینگ مخفف ICO هست که شما احتمالا با این موضوع چندین بار برخورد داشتید. ببینید توی ICO
شما یه طرح و ایده ای رو در قالب یه وایت پیپر میاری و ارائه میکنی، در نهایت میری از طریق سایتایی که تامین مالی انجام میدن که حالا تو ویدیوهایی که بهتون توضیح دادم توضیح کاملش درد شده، میایین یه تامین مالی انجام میدید، یا اینکه در یه تامین مالی شرکت میکنید. به همین راحتی که بهتون گفتم میتونه آی سی او در این کل کارش از نظر زمانی صفره، یعنی خیلی سریع میشه این طرح آماده کرد و رفت ارائه کرد، دیگه مهارت های جذب سرمایه و هزینه های مترتبه این مسئله. اما تو کراود فاندینگ داستان فرق میکنه، اون دسترس پذیر بودن تأمین مالی تو آی سی او خیلی راحت تره در سراسر دنیا، ولی تو کراود فاندینگ اینجوری نیست، زمان برتره. تایم فریمی که توی آی سی او هست بسیار بسیار کوتاه‌تر از کراود فاندینگه، یعنی اگر در قالب یه سرمایه پذیر دارین میرین توی آی سی او خیلی سریعتر شما به انتهای کار میرسین، اما تو کراود فاندینگ اینطوری نیست. اگه توی طرح کراود فاندینگ در دنیا شرکت میکنین که حالا بحثای فقط چریتی توش نیست، بحثای سرمایه گذاری هم هست، بدونید که این زمان طولانی تره، پس شما شاید طولانی تر به اون بازده مورد نظرتون برسین. هزینه‌هایی که توی آی سی او هست مطرح شده دیگه قبلا در ویدیوهای دیگه، مثلا 20 بی تی سی میگیرن تا شما رو تازه لیست بکنن توی یه دونه، در خصوص لیست شدن آی سی او توی اکسچنج و بروکر هم کلی قصه دارید که اگر در قالب سرمایه پذیر باشید، در مورد سرمایه گذار هم قطعا وقتی توی چند تا اکسچنج بیشتر و مهمتر و یا حتی بروکر بزرگتر این آی سی او لیست میشه، تازه تاثیرات اصلیش رو قیمت میذاره. پس یکی از فاکتورهایی که شما توی رشد قیمت باید در نظر بگیرید همین بحث لیست شدن هست. هزینه های این تیپی داره، تو کراود فاندینگ این هزینه کمتره. پلتفرمی که تو آی سی او هست رو بلاک چین، رو کراود فاندینگ الزاما بلاک چین نیست و میتونه رو مدل های سنتی گذشته این مسئله بره جلو. بحث قانون گذار و اینکه حمایت سرمایه گذار هست، رگولیشنی روی آی سی او وجود نداره، روی کراود فاندینگ وجود داره. پس اگر دارین روی کراود فاندینگ سرمایه گذاری میکنی یه مقدار دلتون قرص تره. روی اینوستور پروتکشن هایی که توی آی سی او وجود داره اصلا پروتکشنی وجود نداره، کسی از شما حمایتی نمیکنه. همون داستانی که یه تعداد زیادی سال 2017 اومدن کلاهبرداری کردن و در رفتن، اما تو کراود فاندینگ نه، یه قانون و یه دادگاهی هست که از شما در نهایت از شما حمایت بکنه. لیکویدیتی که توی آی سی او وجود داره، یعنی اون نقدشوندگی بالایی که توی آی سی او وجود داره، به هیچ عنوان توی کراود فاندینگ وجود نداره. اونم به دلیل تعداد و وسعت دامنه سرمایه گذاری توی این گونه طرح‌هاست. و فاندینگ کارنسی که انجام میشه توی آی سی او هم کریپتوکارنسی میگیره و بعضن پول فیات، که یه ویدیو جداگانه در خصوص اصلا فیات چی هست تهیه کردم، این بالا براتون کارت میکنم اون هم ببینید. اما تو کراود فاندینگ عملا پول فیاته، یعنی شما ارزهای مثل دلار، یورو، یوان، اینجور ارزها هستن که مورد استفاده قرار میگیرن، در صورتی که توی آی سی او این همچین داستانی وجود نداره. خب این خیلی سریع ما یه برداشتی از تفاوت‌های آی سی او کراود فاندینگ انجام دادیم. این از این لحاظ اهمیت داشت که شما به عنوان سرمایه‌گذار بدونی پولت رو داری کجا میبره، تو چه تحریمی داری، چه ریسکایی رو برای شما در نظر گرفته شده و اینکه شما کجا ازتون حمایت میشه. به هر حال ریسک بیشتر قاعدتا باید منوط به توانایی و ریسک پذیری شما باشه و در نهایت توقع شما این که وقتی ریسک بیشتری میکنی میخوای گین بالاتری به دست بیاری. دونستن این مطالب از این حیث اهمیت داره که شما به عنوان یه سرمایه گذار و یه سرمایه گذار حرفه‌ای بدونین که چجوری میخواین سبد و پورتفوی سرمایه گذاریتون انتخاب. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. با لایک کردن این و اشتراکش در شبکه های اجتماعی و ارسالش برای دوستانتون ما رو حمایت میکنید. اگر تا الان عضو کانال ما در یوتیوب نشدیم، پیشنهاد میکنم با زدن روی این لوگو این وسط عضو کانال ما بشین، دکمه زنگوله رو هم بزنین که از آخرین اخبار اطلاعات به سرعت خبردار بشین. ویدیوهای مرتبط با این ویدیو هم برای شما این راست و چپ این تصویر قرار دادیم. امیدواریم که با دیدن اینها بتونید بهتر و دقیقتر توی بازارهای مالی سرمایه گذاری بکنید. خیلی ممنون که تا اینجا ما رو دنبال کردید. امیدوارم که موفق باشید. خدا نگهدار.